صحبت شیرینی یک زن دروازه با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که روز 27 سپتامبر در اینترنت پان شد توجه هزاران نفر را به خود جلب کرده است. این زن که فاطمه سلیمانوا نام و 65 سال داشته است با لهجه شیرین دروازه پرزیدنت را به نویه درواز خوش آمدید گفت و از او ستایش کرد که گفته بودی درواز را به دروازه طلایی بدخشان تبدیل می دهم، در حقیقت این کار را کرده. فاطمه سلیمانوا در این صحبت پر از شوخی و ظرافت های مردمیش به پرزیدنت نقل کرد که او و دوگانه‌اش زورا در وقتش تحصیل خوب داشتند و کتاب زیاد هم خوانده بودند، ولی از بس که دختران کوهستان شرایط به خواندن رفتن نداشتند همه خواندن آنها هم بیهوده شد. حالا کوتا های پرزیدنتی برای تحصیل دختران کوهستان را میبینم و با دلم میگویم که چون زورا را به خواندن بفرستم، گفت خاله فاطمه. او همچنین نقل کرد که با وجود سینش که به 65 رسیده است الهامش آمد و در آزمون فروغ صبح دانایی که آزمون بهترین کتابخوان هاست اشتراک کرد. خاله فاطمه گفت از آزمون نویوی علاقه گذشته است، ولی اون طرف در آزمون ولایتی و جمهوریوی چه می شود خدا خودش می داند. خاله فاطمه در آخر از پرزیدنت که به سخنهای او آسان می گفت با شوخیهایش می خندید خواست و امرو عکس بگیرند. پرزیدنت روزی شد. بیان پرسید بار دیگر خاله فاطمه. و وقتی پرزیدنت باز ها گفت به منبر به پیش پرزیدنت رفت و او رو به آغوش کشید. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان چند عکس مشترک فاطمه سلیمانوا با امام علی رحمان رو نشر کرده است. امام علی رحمان که از سخنرانی خاله فاطمه خیلی به وجد آمده بود گفت وزن 5 دقیقه سخنرانی خاله فاطمه برابر نیم ساعت سخنرانی خود او بود. او گفت من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین. نفهمیدین ها؟ بعضا به نهایت زبانی شیوای شیرین تاجیکی خط سخن کردن. با دقت گوش کرده باشین چقدر است؟ به نهایت. چه دوست نمیداره این مردم ها؟ این ملت ها چگونه دوست نمیداره؟ بله. من نمیدانم دیگر. این همی حاضر من. تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد. با شنیدنه من هم خیلی زدن شخنه های شیرین. سر. یک جان تشکر میگم. امام علی رحمان از 27 سپتامبر با یک سفر کوری در بدخشان قرار دارد.